سرخط خبرها مقام های اطلاعاتی غربی روسیه دهها فروند جنگنده سوخ 35 به ایران می دهد. مسکو 1700 پهپاد ایرانی شاهد از تهران تحویل گرفته پوتین ما حاضریم با اوکراین مذاکره کنیم خودشان امتنا میکنند سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید مقام های اطلاعاتی غرب روسیه دهها فروند جنگنده سوخ 35 به ایران میدهد بر اساس گزارش شنبه 24 دسامبر به نقل از مقام های اطلاعاتی غربی روسیه در حال آماده سازی برای ارائه جنگنده های 35 به ایران در آینده نزدیک است به ادعای گزارش کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی قرارداد می شامل 24 جنگنده باشد که در ابتدا برای مصر در نظر گرفته شده بود معامله‌ای که یالات متحده را بی‌نتیجه گذاشت. طبق این ادعا این امر باعث شد مسکو به دنبال خریدار بالقوه جدیدی باشد که بر اساس گزارش آن را در تهران یافت. به نوشته روزنامه صحنیستی جروزالم پست این گزارش پس از آن منتشر شده که رسانه های ایران در سپتامبر گفتند تهران در حال بررسی چنین خریدی است. در این گزارش بدون اشاره به جزئیات آمده که اطلاعات نشان داده خلبانان ایرانی بیشتر از این جنگنده ها برای آموزش استفاده می‌کردند. در همین خصوص جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید جمعه 9 دسامبر مدعی شده بود که مسکو پیشنهاد ارائه تسلیحات نظامی و جنگنده به ایران را داده است به گزارش شبکه CBS کربی با استناد به ارزیابی های اطلاعاتی آمریکا مدعی شد که روسیه به ایران سطح بی سابقه ای از پشتیبانی نظامی و فنی را ارائه می دهد که روابط آنها را به یک مشارکت دفاعی تمام تبدیل می کند. کربی در ادامه سخنانش با تکرار ادعاهای استفاده مسکو از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین گفت که روسیه و ایران در حال بررسی راه اندازی خط مونتاژ پهپاد در روسیه برای جنگ اوکراین هستند و این در حالی است که روسیه استفاده از جنگ جنگنده سخو 35 SU35 را به خلبانهای ایرانی آموزش می دهد و احتمالا جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی این جنگنده را دریافت خواهد کرد. او همچنین ادعا کرد که دولت آمریکا بر این باور است که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی مسئله ارائه سطح موشک بالستیک به روسیه است اما با این حال اذعان کرد که آمریکا نقطه نظر کاملی از تفکر ایران درباره دلیل انجام نشدن این توافق ندارد موسکو 1700 پهپاد ایرانی شاهد از تهران تحویل گرفته کریل بودانوف رئیس سرویس اطلاعات نظامی اوکراین اعلام کرد که روسیه برای تامین ذخایر موشکی خود بر پشتیبانی تسلیحاتی ایران متکی است به گزارش ایلنا به نقل از العربیه وی در گفتگو با نیویورک تایمز افزود ایران به دلیل نگرانی از تشدید تحریم ها تا به حال از ارائه موشکهای بالستیک به روسیه خودداری کرده است این مقام اوکراینی با تکرار برخی ادعاهای تکسیب شده افزود که روسیه تاکنون کنون 540 پهپاد ایرانی را در حملات تاکتیکی به نیروگاه های انرژی و برق اوکرین پرتاب کرده است بودنوف در ادامه ادعاهای خود با اعلام اینکه مسکو 1700 پهپاد ایرانی از نوع شاهد را بر اساس قراردادی که تابستان گذشته با تهران منعقد شده تحویل گرفته است گفت که تحویل این پهپادها طی چند مرحله انجام شده است پوتین ما حاضریم با اوکراین مذاکره کنیم خودشان امتنا میکنند پوتین رئیس جمهور روسیه به تلویزیون یک روسیه گفت ما حاضریم با همه شرکت کنندگان در این روند درگیری در اوکراین درباره برخی راه حل های قابل, قابل قبول مذاکره کنیم اما این مشکل خودشان است این آنها هستند و نه ما که از مذاکره امتنا میکنند به گزارش ایسنا رهبر روسیه همچنین گفت که روسیه در اوکراین کار درستی انجام میدهد